سلام، من مریم هستم. اینجا پارسی تیوی با یه برنامه دیگه اومدیم خدمتتون. این بار در رابطه با اظهار نظر جنجالی محمد رضا گلزار درباره شکست سریال گیسو و پاسخ تند منوچهر هادی و عکس آقای گلزار در ادامه. پس تا پایان ویدیو همراه ما باشید. قبل از شروع دکمه لایک رو بزنید و ما رو سابسکرایب کنید و برای اینکه قبل از همه از ویدیوهای ما مطلع بشید و اونا رو ببینید، زنگولی کنارش رو بزنید. محمد رضا گلزار در گفتگوی تازه‌اش درباره مسیرش در سالهای اخیر گفت: برای کسایی که منو به عنوان یک شاخصه موفقیت میدونن، میگویم تلاش، پشتکار، نظم و انضباط و دعای خیر پدر و مادر و اعتقاد قلبی من دلایل موفقیتمه. من کلن از بچگی آدم منضبطی بودم و از 7 سالگی شاگرد اول ممتاز مدرسه بودم. ما آدم های درخشانی در سینما داریم که من خودم طرفدارشون هستم، یا آدم های خوشتیپی داریم، اما سوپرستار شدن ویژگی های خاصی میخواد. در دهه جدید خیلی دارم ورزش میکنم و توی دوران کرونا سر فیلم برداری گیسو کرونای خیلی سختی گرفتم و 30% ریم درگیر شد. همچنین باشگاه ها هم تعطیل بود و به علت طولانی شدن فیلم برداری مقداری چاق شدم. در نتیجه در سال جدید 20 کیلو وزن کم کردم، چون مردم دوست نداشتن منو با اضافه وزن ببینن و این چاق شدن انتخاب من نبود. این روزها کمتر میخوابم و فقط ورزش میکنم و میخوام به ایدئال اندامی خودم برسم. مردم باید نظر نهایی رو در مورد هر محصولی بدن که نظرشون شکست سریال گیسوه و من هم با اونا موافقم. پشت هر موفقیت و شکستی دلایل متعددی هست، از فیلمنامه تا بی‌انگیزه بودن آدمای مؤثر پروژه. در طول فیلم برداری من اختلافی در گروه سازنده ندیدم. مشکل این بود که یه سری دوستان خیلی بی انگیزه بودن و مشکل اصلی مشکل فیلمنامه بود. من اعتماد کردم، چون فیلمنامه نویس ها همون نویسنده های عاشقانه یک بودن، و اما من با فیلمنامه موافق نبودم و بالای 1000 مرتبه در مورد فیلمنامه جلسه گذاشتم و هر شب با تهیه کننده تماس گرفتم. شاید مقصر ما بودیم که اصرار نکردیم فیلمنامه را کامل بخونیم و اعتماد کردیم. من همین شکست رو گردم میگیرم، با اینکه گفتم این خط داستان خط مناسبی نیست و دوستان گوش ندادن. دوست ندارم دیگه راجع به این اتفاقات حرف بزنم. چقدر میتونی جنگ کنی که پروژه رو به سمت بهبودی ببری؟ گیسو متاسفانه پروژه بی انگیزه ای بود. اما منوچهر هادی کارگردان سریال عاشقانه یک و گیسو نتونست ساکت بشینه و توی پستی توی اینستاگرام خطاب به محمد رضا گلزار نوشت: برای محمد رضا گلزار شریف، از تو فقط لحظات خوب و رفاقت و برادری رو به خاطر می سپارم. حضورت در زندگی کاری مؤثر و مفید بود. مهم نیست که منو نشناختی، مهمه که می شناسمت، خوش قلب و مهربون. صد گیسو که با تمام وجود و همه انگیزه ساختمش بدای یه تار موت، نه در کلام، در واقعیت درونم. ممنون تک تک عوامل گروه محترم، مخصوصا تهیه کننده آقای هومن کبیری هم هستم و شرمنده کسایی که به هر دلیل ناراضی از گیسو هستن. تمام کاستی ها از من و دلایل ناتمام ماندن گیسو بماند. فقط بدونین که برای ادامه و سرانجام گیسو جنگیدم و نشد. مقصر کیست باز هم بماند. مردم گیسو رو دیدند و دنبال کردند و گله اونها به حق از ناتمامی آنه، که در این مجال گفتنش دردی رو دوا نمی کنه. رضای گلزار نازنین، همیشه در قلب من از زاویه من خواهی ماند. مرد نیک، بهترین ها رو برات از خداوند متعال خواهنم. موفق باشی برادر، مثل همیشه.
اما در ادامه این حواشی و اشاره آقای گلزار که در طول این مدت 20 کیلو اضافه وزن داشته و یه مقدار چاق شده و مردم از این چاقی ناراضیان، آقای گلزار دیروز استوری از خودش منتشر کرد در وضعیت ناجوری و فکر کنم میخواست نشون بده که این 20 کیلو رو کم کرد و بدنش به ایدئال اندامی که مورد نظرشون بوده رسیده. اما خب از حق نگذریم، سریال گیسو سریال کم حاشیه‌ای نبود. توی خرداد ماه سال 1400 هومن کبیری تهیه کننده سریال گیسو یا همون عاشقانه 2 در کنار ابراز نارضایتی از همکاری با منوچهر هادی گفته بود که گیسو در شرایط عجیبی ساخته شده. به گفته او بعد از توقیف فیلم رحمان 1400 و شکست سریال دل، پلتفرم ناموا درباره حضور منوچهر هادی به عنوان کارگردان دچار تردید شده بود و به این دلیل حتی قرارداد هادی نیز فسخ شده بود. اما به توصیه محمد رضا گلزار که ازشون خواسته بود فرصت دیگه‌ای به منوچهر هادی داده بشه، پلتفرم ناموا دوباره اونو برای کارگردانی سریال گیسو انتخاب کرد. هومن کبیری همچنین گفته که محمد رضا گلزار و هومن سیدی به درخواست من در این سریال حضور پیدا کردن و حاضر به همکاری دوباره با منوچهر هادی نیستن. صحبت‌هایی که نشون از اختلافات فراوان بین تهیه کننده و کارگردان سریال گیسو داشت. این در حالیه که منوچهر هادی پیشتر در اینستاگرامش گفته بود که خودش چند باری از کارگردانی این سریال انصراف داده، اما هومن کبیری با پادرمیانی گلزار اونو برای ساخت سریال گیسو مجاب کرده. کبیری در ادامه گفته بود که به رغم اصرارهای محمد رضا گلزار برای ادامه همکاری با منوچهر هادی، در نهایت خود گلزار هم بعداً از این اتفاق پشیمون شد. این یعنی اختلافات زیادی بین کارگردان و شماری از بازیگران وجود داشته. به گفته هومن کبیری، چند نفری تمایل نداشتن جلوی دوربین منوچهر هادی برن. البته یکی دو نفر به دلایل حرفه‌ای و حضور در فصل اول مجاب شدن و یکی دو نفر هم عطایش را به لقایش بخشیدن. تنها کسی که هنوز از کارگردانی منوچهر هادی رضایت داشته فرزاد فرزین عزیز و با محبت بود. به هر حال شاید نتوان چالشی را که به عنوان تهیه کننده در پشت صحنه برای راضی کردن بازیگران داشتم توضیح بدم، اما همونطور که گفتم تقریبا جز یکی دو نفر هیچ کس راضی به همکاری دوباره نبود. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظرات و پیشنهادات خودتون رو پایین همین پست با ما به اشتراک بذارید. همچنین اگر هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم که با عضویتتون از ما و فعالیت همون حمایت کنید.